بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خاتم النبيين وأمرنا بولاية أمير المؤمنين يعسوب الدين قائد الغر المحجلين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. امیدوارم که خدا انشالله از گناهان همه ما بگذرد و همه ما رو ببخشد و بیامرزد، انشالله امواتمون رو طریق بهار رحمتش کند و حاجات همگی رو انشالله برآورده به خیر کند. اجماعا صلواتی قدر. قطعاتی از وصیت‌نامه دوربار آقا امیرالمومنین سلام الله علیه رو خدمت عزیزان میگفتیم تا رسیدیم به این فراز از وصیت‌نامه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه: و عمل للاجر، و برای پاداش الهی بکوشید و کارهای شایسته انجام بدید. کلا انسان‌ها به طور بسیار مختصر چهار گونه هستند در این دنیا: افرادی که برای آینده خودشون برنامه‌ای ندارن، هدفدار در زندگی نیستن و باری به هر جهت زندگی میکنن. این یک دسته از انسان‌ها که متاسفانه اکثریت جامعه این گونه هستند. عده‌ای از افراد در جامعه هدف دارن، برنامه هم دارن، منتها نیت‌های آنها شیطانی و پلیده. برای سلطه، برای ریاست کار میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن، منتها برای اینکه ریاستی به دست بیارن، اون هم نه در رضای خدا، برای اینکه قدرت داشته باشن. تو جریان صلح، یا به عبارتی بهتر بگیم هدنه که ترجمهش آتش بس هست نه صلح، در جریان آقا امام حسن با معاویه لعنت الله علیه، شاید اکثر عزیزان شنیده باشند که معاویه خدا لعنتش کنه وقتی اومد عراق، اون صلحنامه ای رو که خودش امضا کرده بود، اون شرایطی رو که خودش امضا کرده بود گذاشت زیر پا و علناً گفت، گفت من برای این نجنگیدم که بگم نماز بخونید، روزه بگیرید، دین داشته بود. حاربتکم لکی اتعمر علیکم، من با شما جنگیدم برای اینکه بر شما ریاست کنم. و جالب اینه که یک چیزهایی که در زندگی جزو ارزش‌هایی است که همه انسان‌ها و فطرت این رو قبول داره، یکیش وفای به عهد. اگر شما عهدی بستید باید به اون وفا کنید، حتی اگر طرفتون لا دین باشه، لا مذهب باشه، وفای به عهد از واجباته. ولی معاویه خدا لعنتش کنه امضای خودش رو زیر پاش میگذاره و میگه من برای این جنگیدم. پس ببینید معاویه هم کار میکنه، معاویه هم میجنگه، ولی برای چی؟ هدفم داره، هدفش مشخصه، خودش میگه دیگه، به خاطر ریاست. پس این هم یک دسته و یک گروه از مردم. ابو هریره نمونه دیگری. ابو هریره رو به مناسبتی عرض کردم، فقط 2 سال در خدمت پیغمبر بود اما بیش از 5300 خورده حدیث جعل کرد. همین ابو هریره. برای چی؟ برای دنیا. کار کرده، زحمت هم کشیده، اما زحمتش این بوده که در اصل جهنم رو برای خودش خریده. به هر تقدیر این تو افرادی که کار میکنند، هدف هم دارن، زحمت و تلاش هم انجام میدن، ولی هدفشون برای دنیاست، هدفشون برای متاع بیارزش دنیاست، آخرت رو یا معتقد نیستن، یا همون حرفی که خلاصه عمر ابن سعد زد، و عمر ابن سعد در به اصطلاح در رابطه با جنگ امام حسین گفت اگر و ان صدقوا فی ما یقولون، اگر بهشت و جهنمی واقعا راست باشه، انی اتوبو الی الرحمن من سنتینی، 2 سال قبل از اینکه بمیرم توبه میکنم. یکی نبود بهش بگه آخه ای بدبخت، تو میدونی اصلا یه لحظه دیگه چه حالتی داری؟ اصلا به هر حال بگذری. پس بنابراین این هم گروه دوم از مردم. گروه سوم از مردم افرادی هستند که اهداف انسانی دارند، خودسازی هم میکنند، و اکثر متدین ها این گونه هستند.
افرادی هستند که معتقدند به اصطلاح طبق این آیه قرآن که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، میگه آقا من خیلی مرد باشم کلای خودمو بگیرم که باد نبره، نهایتاً به خودم و خانوادم برسم، نهایتاً مواظب به خودم و خانوادم باشم که اینها مثلا جهنمی نشن. هدفدار حرکت میکنند، سعی میکنند که به هر حال در زندگیشون هم افراد درستی باشن، ولی با کم و زیادش میشه گفت که اون البته محدودیت که عرض میکنیم، حالا ممکنه یکی فقط به فکر خودش باشه، یکی فقط به فکر خودشون مثلا زن و بچهش باشه، یکی در محدوده خانوادهش یعنی به بعضی از بستگانش هم در نظر داشته باشی. به هر تقدیر این فکر در اون وسعت نسل‌ها و برای همه امت‌ها اینطوری فکر نمی‌کنه. پس بنابراین محدوده که ما البته امیدواریم خداوند ما رو در این دسته قرار بده، حداقل به فکر خودمون و خانوادهمون باشیم که قو انفسکم و اهلیکم نارا آیه قرآنه. و اما گروه چهارم که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه از این گروه هستند، گروهی هستند که هم هدفدار حرکت میکنند، هم تلاش میکنند و هم فقط و فقط در محدوده فامیل و خانواده نگاه نمیکنند، بلکه برای تمام عصرها و نسلها برنامه دارند و حرکت میکنند و مطلب دارند. آقا امیرالمؤمنین تا خودشون در قید حیات بودن، اون زندگانی پرمشقت عجیب و غریب که آرام و قرار نداشتن که یک گوشه هایی رو اشاره کردیم، وقتی هم که در بستر افتادن چون این گونه فکر میکنن، شما ببینید اولادشون رو و تمام اونهایی که فرمودن که این وصیت‌نامه من بهشون میرسه چجور اونها رو تربیت میکنن. این فرمایش آقا امیرالمؤمنین و ملال الاجر یعنی این که گروه چهارم عرض کردیم به فکر نسل‌های آینده هم هستن، پس این برای تمام انسان هاست. حالا اگر واقعا همه انسان ها همین یه فرمایش آقا امیرالمؤمنین رو عملی کنن که و عمل للاجر، یعنی هر کاری که میکنی رضای خدا رو در نظر بگیر، حالا مردم تشکر کردن کردن، تشکر نکردن نکردن، توقع نداشته باش، هر چند که از به قول معروف کسی که اخلاص درش هست و برای خدا کار میکنه، خداوند کارش رو در این زندگی راه میندازه. طبق روایات ما که روایات زیادی هست در این زمینه نمیخوام وارد بشم، فقط یک اشاره، افرادی که کارشون رو به خاطر خدا و اخلاص عمل پیدا بکنن، خدا تمام امور زندگی دنیایی و اون عالم که دیگه طبیعیه، خداوند برای اونها خودش روایت اینه که من اگر مؤمن به دستور من عمل کنه و برای من کار کنه، من میشم چشمی که با او خواهد دید و دستی که با او خواهد کار کرد و الی آخر. یعنی خداوند خودش به عهده میگیره تمشیت امور یک مؤمن رو، یک انسانی رو که برای خدا اخلاص داشته باشه. اونقدر داستانهای تاریخی هست، بنده که در خدمتون هستم خودم بعضی مسائل رو دیدم، واقعا فردی رو دیدم که در یکی از حالا کشورهای همسایه یک وقتی ایشون سر یک قضیه‌ای که براش پیش اومده بود تو زندگی و به خاطر خدا گذشت کرده بود و ایشون میگفت من آدم بسیار معمولی بودم از نظر ثروت، یعنی و خاندان ثروتمندی هم نداشتم، ولی یک جریانی، یک گناهی، یک صحنه گناهی در زندگیش پیش میاد و به خاطر رضای خدا ایشون گذشت میکنه و خداوند تو همین دنیا، همین الان که من در خدمت شما نشستم، این انسان از نظر ثروت واقعا فوق العاده است و از این جالبتر، افراد ثروتمند زیاد هستن، از این جالبتر ثروتش خدا هم ثروت بهش داده، هم توفیق خدمتگذاری به بندگان دیگر خدا و عرضم به حضور مبارکتون حتی به مذهب اهل بیت، و آدم بسیار عجیبیه. نمیخوام اشاراتی داشته باشم، ممکنه افرادی که در مجلس هستن به هر حال ذهنشون بره بعضی جاهای دیگه، فقط میخوام اینو عرض کنم. داستان تاریخی هم که زیاد و فراوان داریم. اون راوی میگه اومدم در یکی از شهرهای عراق، دیدم که یک آهنگر داره کار میکنه، با دست آهن رو از تو کوره در میاره، خیال یا واقعیت. رفتم جلو و ازش پرسیدم که تو دستت نمی سوزه؟ گفت نه. گفتم چرا؟ خیلی خلاصه کنم،
داستانی خلاصه گفت من داستانی دارم واقعش، و اون این که یک خانم علویه جوانی به دلیل مشکلات روزگار، همسایه ما بود، شوهرش هم از دست داده بود، خلاصه روزی به من پناه آورد که کمکش کنم و من از او بالاخره طلب و به اصطلاح خواسته ناشایستی داشتم تا چندین بار، دو بار، سه بار، و دفعه بعد گفت ای مرد خلاصه من کارم به جای رسیده که مضطرم و هیچ راه چاره‌ای ندارم، بچه هام دارن از بین میرن، دستم هم نمیدونم کجا دراز کنم. روزگارهای قدیم هم مثل الان نبوده که به هر حال حالا مؤسساتی هست، امکاناتی هست، بعضیا میتونن حداقل برن رو بزنن. و خلاصه تسلیم شد، گفت من چاره ای ندارم. میگه ولی وقتی که رفتیم و به هر حال در یک جای خلوت دیدم این چنان میلرزه که انگار به قول معروف یک آدم رو میخوان الان فرض بفرمایید دار بزنن، اعدام کنن، یک آدمی که از خوف فوق العاده میلرزه. گفتم چیه، چرا میترسی؟ گفت که واقع مطلب اینه که من ترسم از اینه که خدا در این حالت داره ما رو میبینه و تو میخوای به هر حال دست به این کار بزنی و هم من رو آلوده کنی هم خودت رو. میگه یک لحظه حالت این زن در من اثر گذاشت و بهش گفتم که بلند شو، هم کمکش کردم و هم از اون گناه گذاشتم. و اون علویه در حق من دعایی کرد و اون این که میبینی، گفت خلاصه امیدوارم آتش دوزخ و آتش دنیا بر تو حرام باشه. میگه دعاش رو خدا مستجاب کرد، این دنیای من، آخرت هم که با خداست. گاهی یک عمل صالح فقط انسان برای خدا انجام میده و آثارش رو در آخرت که جای خود در همین دنیا میبینه. به هر تقدیر این که آقا امیرالمؤمنین میفرماید و عمل للاجر، یعنی این که توقع از انسان ها نداشته باش. اگر به خاطر خدا کار انجام دادی مطمئن باش که خداوند اجر و پاداش تو رو خواهد داد. و جالبه از نظر روانشناسی چقدر این نکته جالبه. شما اگر کاری کردید و توقع داشتید که طرف در مقابل این کارتون بالاخره برای شما حالا یا احترامی بذاره، دولا و راستی بشه، چه میدونم یه کاری بکنه، هر آن این انسان حالا به هر دلیلی اگر کوتاهی کرد شما اذیت خواهی شد. ولی اگر از اول خودت رو اینطوری بار بیاری که آقا من یه کاری کردم برای خدا، بین من و خدا، این تشکر کرد، کرد، نکرد، نکرد، هرچند که وظیفه من انسان اینه اگر کسی به من خدمت کرد من فراموش نکنم، اما اون طرف قضیه، اون اگر برای خدا کرده دیگه به قول معروف نباید از من توقعی داشته باشه. اما فراز دوم کلام امیرالمؤمنین که حضرت می‌فرماید و کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، همواره دشمن ظالم باشید و یار و یاور مظلوم. واقعا یک دنیا بحث اینجا داره، بحث عدالت و بحث ظلم. و اولا که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این عبارت نمیفرماید که حالا ظالم، نمیدونم اگر یهودی بود نمیدونم، یا مظلوم یهودی بود، یا هر چی، بحث دین نیست، یک ارزش فطری رو آقا امیرالمؤمنین دست میذارن روش، و اون این که ظلم چیز بدیه کلن، و اگر کسی ظلم کرد توی فرزند من علی یا تویی که کلام من علی رو میشنوی، اگر پیرو من هستی، اگر دنبال روی من هستی، به عنوان یک محب امیرالمؤمنین این رو در خودمون نهادینه کنیم که آقا سعی کنیم اولا خودمون ظلم نکنیم، سعی کنیم، حالا چون ظلم هم مراتب داره، عرض میکنم انصافا بحثش مفصله، ممکنه بنده به زن و بچه‌م ظلم کنم، ممکنه به خودم ظلم کنم و الی آخر تا برسه به جامعه و جاهای دیگه. پس یکی این که سعی کنیم از این فرمایش آقا امیرالمؤمنین انشالله ظلم نکنیم. مطلب بعدی، سعی کنیم دشمن ظالم باشیم. هر کی ظلم کرده، هر کی میخواد باشه، فرمایش آقا امیرالمؤمنین میفرماید دشمن ظالم باش، ظالم هر کی میخواد باشه، و یار و یاور مظلوم باش، مظلوم هم هر کی میخواد باشه، فرق نمیکنه. میدونید که ما به عنوان شیعیان اهل بیت در طول تاریخ بعد از غیبت آقا امام زمان همیشه آرزو داشتیم و منتظر این هستیم که روزی خداوند تبارک و تعالی این عالم رو پر از عدل و داد کنه، و امیدوارم انشاءالله خداوند این توفیق رو به ما بده و ظهور منفور و سرور آقا امام زمان سلام الله علیه رو درک کنیم. و
این رو تمام جامعه شناس ها، تمام افرادی که در علوم انسانی کار کردند این رو نوشتند که عدالت برای بشر از آب گوارا شیرین تره. عدالت از مفقودی هایی است که از اون چیزهایی است که بشر به دنبالشه و همه بشر، فرق نمیکنه چه مسلمان چه غیر از مسلمان، به دنبال عدالت هستند. و شیعه با اینکه در طول تاریخ مورد ظلم واقع شده و همیشه خدا به بهانه های مختلف مانند مرغی که به عزا و عروسی سر شیعه رو ببرن، شما تا همین الانش میبینید در همین مجالسی که مردم به عشق اهل بیت شرکت میکنن، به چه جرمی بمب میذارن انسانهای زیادی رو قطعه قطعه میکنن؟ به چه جرمی؟ فقط به جرم اینکه اینا محب اهل بیت هستن. در عراق، در پاکستان، در خیلی جاها، در افغانستان، در خیلی جاها فقط و فقط به جرم محب اهل بیت بودن. شیعه در طول تاریخ ظلم شده و قطعه قطعه شده و میشه، اما امید خودش رو از دست نداده و به دنبال روزی است که انشالله آقا امام زمان سلام الله علیه ظهور کنند و انشالله این عدالت رو در دنیا گسترش بدن. و البته این فقط شیعه هم نیست، بحث ظهور بحث بسیار مفصلیه، کتاب‌های بسیار مفصلی نوشته شده. تمام ادیان الهی که به جای خود، یعنی در عهد عتیق و نمیدونم تورات و انجیل و تمام اینها، و همین الان این آقایونی که جدیداً سر کار هستن در بعضی از کشورها، نمیخوام بحث‌های سیاسی کنم و وارد قضايا بشم، در رابطه با آقا امام زمان هم صحبت‌های فراوان دارن، هم نظراتی دارن، هم اگر الان در خاورمیانه حضور دارن دلیلش اینه که اعتقاد به ظهور دارن، منتها حالا طبق اعتقادات خودشون اونها میگن مسیح ظهور خواهد کرد. حتی هندوها که آتش پرست هستن در کتاب اوپانیشادشون به مسئله ظهور و منجی اشاره میکنن و تمام انسانها هر یک به یک عنوان به دنبال عدالت و به اصطلاح رفع ظلم هستند. اما این فرمایش آقا امیرالمؤمنین، برگردیم که آقا امیرالمؤمنین وقتی خودشون، شما ببینید آقای جورج ارداغ، دیگه همتون شنیدید اینو حداقل، که این عبارتی رو که گفت قتل علی فی محراب عبادته لشدت عدالته. آقا امیرالمؤمنین اگر توصیه میکنند به فرزندانشون که دشمن ظالم باشین، خودشون اول دشمن ظالم بودن، خودشون اول عادل بودن. جالب اینه که یکی از افرادی که به امیرالمؤمنین تو جنگ صفین خیانت کرد، عبید الله ابن حر جعفی، خیانت کرد به امیرالمؤمنین و بعد هم فرار کرد و رفت به شام، ولی وقتی که شنید زنش فکر کرد، خب اون ایام که مثلا الان تلفن و تلگراف و امکانات این چنینی که نبوده، زنش فکر کرد که شوهرش مرده و کشته شده، بعد از عده وفات رفت ازدواج کرد. خبر به عبیدالله رسید، عبیدالله شبانه خودش رو رسوند به کوفه، رفت سراغ زن که خلاصه من اومدم و که تو رو بردارم ببرم. زن گفت واقعش من فکر کردم تو مردی، عده گرفتم، بعدش هم ازدواج کرده. عبیدالله وقتی ناامید شد، ببینید عدل امیرالمؤمنین، حالا به عنوان یک گفت که شما در مقابل یک دریای با عظمت در مثل مناقشه نیست، وقتی که وای میسی، بعض وقتا اگه میخوای به عظمت دریا پی ببری، این انگشتت رو بزن توی اون آب و بیار بیرون، ببین واقعا اون یک قطره آب یا اون نمی که انگشتت رو میگیره چقدره. اصلا نمیشه قیاس کرد. مگر میشه امیرالمؤمنین رو با شخصی و عظمتش رو قیاس کرد؟ فقط برای اینکه درک کنیم ما این مطالب رو که میگیم، این مانند واقعا نمی از یم، یم یعنی دریا، نمی مثل انگشتی که بزنیم در دریا و بیاریم بیرون چقدر آب میگیره. این مطالبی رو که داریم میگیم در این محدود است، درک ما واقعا نمیتونه بیشتر از این باشه. به هر حال آقا امیرالمؤمنین مجسمه عدل، اصلا خودش عدل مطلقه. عبیدالله ابن حر جعفی اومد فردا خدمت آقا امیرالمؤمنین در حالی که سرش به زیر بود. امیرالمؤمنین
حالا ببین آقا امیرالمؤمنین رو چه حکومتی، چه قدرتی و چقدر راحت در دسترس بودنش رو. حالا بحث این که امیرالمؤمنین رو به این راحت تونستن ترور کنن، خب یکیش همین بود. حالا بحث مفصله، نمیخوام بحثای جامعه شناسی و به اون روزگار وارد بشم، این یه تیکر. عبیدالله سرش پایین بود، امیرالمؤمنین یه نگاهی بهش کرد، گفت عبیدالله هستی؟ گفت بله یا امیرالمؤمنین، و فوراً خودش فرصت رو غنیمت شمرد. گفت یا علی، آیا خیانت من و فرار من به سوی شامی ها شما رو باز می‌داره از اینکه عدالت در مورد من به کار ببری؟ امیرالمؤمنین فرمودن هرگز، مطلبی داری بگو. گفت یا علی، من به هر حال همسرم ازدواج کرده در صورتی که من هنوز زنده هستم. امیرالمؤمنین هم خواستند همسرش رو بهش گفتن، حکم شرع، البته حکم شرعیش اینه، اگر یه همچین موردی در همین روزگار هم اگر پیش بیاد اینطوریه. حضرت فرمودن که باید از شوهر دوم طلاق بگیری، جدا بشی و بعد از عده به شوهر اولت برگردی. بحث بر سر اینه که اگر امیرالمؤمنین سفارش میکنن، خودشون اولین عامل هستن، اما زشتی ظلم اونقدر زیاده که خود ظالم هم میدونه ظلم چیز بدیه. یکی از افرادی که در تاریخ اسمش به عنوان عادل خیلی معروفه، نوشتن تو کتاب‌های مختلف مسائل مختلفی نوشتن، یکی از این افراد انوشیروان هست. انوشیروان حاکم ساسانی وقتی که براش خبر آوردن که فلان قاضی تو ظلم کرده، حکم به ناحق داده، افرادی داشت که اینها به قول معروف اینها جاسوس بودند، عین بودند به قول به زبان عربی، خبر می‌بردند برای پادشاه که در گوشه کنار گوشه مملکت چه چیزهایی می‌گذره. وقتی که انوشیروان تحقیق کرد و مطمئن شد که ظالم قاضی و ظلم کرده، نه اینکه اشتباه کرده باشه، ظاهرا رشوه‌ای گرفته بود و خلاصه ظلمی کرده بود، خواهش میکنم فقط یک مقدار دقت بکنید به این مطلب. دستور داد قاضی رو زنده زنده پوست کندن، زنده زنده پوست انسانی رو بکنن. چجور میشه؟ بعد اون پوست رو کشیدن بر همان میز قضاوت و به پسر اون قاضی گفت بشین به جای پدرت و قضاوت کن. چرا؟ برای اینکه هیچ وقت فراموش نکنی من با ظالم و با کسی که حق رو ناحق کنه چجور برخورد میکنن. با توجه به اینکه اون زمان زمانه به اصطلاح به قول امروزی ها جامعه جامعه کاستی بود یا طبقاتی بود، یعنی فقط افرادی میتونستن درس بخونن که مثلا اونهایی که عالم بودن فرزنداشون میتونستن درس بخونن و الاخر، پس بنابراین قضات هم فرزندانشون قاضی میشدن. انوشیروان وقتی که شنید چنین کاری کرد، من حقیقتا اولین بار که این قضیه تاریخی رو خوندم خیلی برام عجیب بود که چرا انوشیروان اینقدر از ظلم بدش می آمد. تا اینکه این داستان دیگر رو هم در تاریخ خوندم و اون این که یک معلم عاقلی داشت انوشیروان. این معلم در دوره که درس می داد به انوشیروان، یک روز به جای اینکه انوشیروان رو تشویق کنه، چون سوالاتی کرد انوشیروان هم قشنگ جواب داد، ولی به جای اینکه او رو تشویق کنه او رو تنبیه کرد. چنان بر جان این کودک آن روز و به اصطلاح پادشاه بعدی این تنبیه گران آمد که به نزد پدرش رفت و شکایت کرد، ولی پدر گفت معلم اگر کاری کرده حتما حکمتی درش بوده. این تو دل انوشیروان مون تا وقتی که به قدرت رسید. وقتی که به پادشاهی رسید دستور داد اون معلمی رو که الان پیر شده بود و با خیلی سختی راه می رفت او رو بیارن. وقتی معلم رو آوردن و خیلی پیر و فرتوت شده بود، گفت من دعا می کردم، خدا خدا می کردم که تو زنده باشی وقتی من به حکومت می رسم، تا اینکه از نزدیک ببینمت. بعد گفت می دونی چرا گفتم تو رو بیارم؟ معلم گفت که نمیدونم، ولی لابد خواستی که به هر حال پاداش زحمات من رو بدی. انوشیروان گفت اتفاقا میخوام به جایزه بدم، اما قبل از اینکه جایزه تو بدم منظور این بود که میخواست این
ظلمی رو که از زمان بچگی تا الان فراموش نکرده تلافیش رو سر معلم در بیاره. بهش گفت واقع مطلب من میخوام به تو هدیه بدم، منتها میخوام یک سوال اول ازت بکنم و آن این که چرا اون روز که من درست جواب دادم من رو تنبیه کردی؟ معلم گفت برای این که تو یک روز پادشاه میشدی کما این که شدی. من نشستم و فکر کردم، هرچی فکر کردم با چه زبانی به تو بگم ظلم بده و رعیتی رو که زیر دستت هستند فردا به اونها ظلم نکن، هرچی فکر کردم راهی بهتر از این نیافتم که در عمل مزه ظلم رو به تو بچشونم. در حد خودم این کاری که میتونستم بکنم این بود. ببینید یکی از موارد همین مورده. چنان این معلم تأثیر گذاشت در انوشیروان که انوشیروان یه مقدار فکر کردید حرفش درسته، گفته بود بیارن که تنبیهش کنه، ولی وقتی که دید این معلم نیتش نیت خیر بوده و اینقدر موفق بوده، گفت معلم بهش گفت ببین من در کار خودم موفق بودم، کما اینکه تو الان بعد از سالها هنوز که هنوز این ظلم رو نتونستی فراموش کنی. حالا من هرچی هم به تو میگفتم ظلم بده. زبان که اینقدر تأثیر نداره تا آدم خودش یک مطلبی رو بچشه. پس بنابراین آن چیزی که باعث شد انوشیروان حالا عادل بشه، بعضی ها میگن اینه، چون که همیشه میگن تو عرف الاشیاء به اودادها، بعضی چیزها رو به اصطلاح انسان با مخالفش وقتی میسنجه میتونه بفهمه. یعنی اگر بنده و جناب عالی فهمیدیم ظلم بده، خب سعی میکنیم ظلم نکنیم. یکی از راهاش هم اینه که خدایی نکرده، امیدوارم البته هیچ وقت به سرمون نیاد، ولی یکی از راهاش اینه که کسی بچشه اون مزه ظلم رو. یه مورد دیگه هم البته نوشتن در تاریخ، این هم نوشتن که یه روز انوشیروان رفته بود و به دنبال صید و گیر افتاد در صحرا، پناه برد به خیمه‌ای که پیرزنی با دخترش خلاصه زندگی می‌کردند، از او پذیرایی کردند. از جمله حالا چند نوع من توی دو سه تا کتاب این همین داستان رو ولی با به صلاح نقل‌های مختلف خوندم. حالا یه جا نوشته بود انار، یه جا نوشته بود گاوها رو دوشید. به هر تقدیر حالا فرض می‌کنیم که این زندگی بیابانی با گاو مثلا جور میاد، دختر این خانم برای پذیرایی از این مهمون نمیدونن کیه، شروع کرد به دوشیدن گاو و به اصطلاح یک قدح شیر دوشید و تقدیم کرد. انوشیروان این وقتی که گاوها رو داشت میدوشید فکر کرد که عجب، این صحرانشین ها حیف از مالیات دادن در میرن و مالیاتی به ما نمیدن، عجب گاوهای خلاصه پرشیری دارن. همین که این نیت رو کرد، اون زن یا اون دختر همینطور که داشت ادامه میداد به شیردوشی، رو کرد به مادرش و گفت فکر میکنم حاکم نیت بدی در حق ما کرد. مادر گفت چطور؟ گفت که چون که شیر گاوها کم شد. انوشیروان فوراً فهمید خب حاکم خودشه دیگه، تغییر نیت داد، نیتش رو تغییر داد و بعد از لحظاتی باز اون دختر به مادر گفت که نه، مثل که حاکم از نیتش صرف نظر کرد، چون که دوباره شیر در سینه گاو و در پستان گاو قلیان میکنه و عالی شده. بحث بر سر اینه که روایاتی داریم خداوند از حاکمی که دین نداشته باشه اما عدالت داشته باشه در این حد ابقا میکنه او رو. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. بحث ظلم و بحث عدالت بحث بسیار مفصلی است، ولی آقا امیرالمؤمنین این رو به ما یاد میده که بدونیم در زندگیمون حد الامکان نه فقط خودمون ظلم نکنیم، بلکه همواره دشمن ظالم باشیم و یاور مظلوم. اگر هر جامعه فقط و فقط همین یک دستور آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو انجام بده، اون جامعه روی سعادت و خوشبختی رو خواهد دید، چون که تمام مشکلات بشر، تمام بیچارگی های بشر از همین بحث ظلمه. جالب اینه که در سالهای آخر منصور دوانیقی نوشتند که به حج اومده بود که کمرش بزنه، چون میدونید منصور دوانیقی اون ظالمی است که شهر بغداد رو
بر جنازه سادات و اولاد بن زهرا به پا کرد. همون کسی است که داستان مفصلی داره، به هر حال حالا نمیخوایم باز در این زمینه وارد بشیم. خیلی ظلم کرد، خیلی از اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو کشت. کسی که روزی گدایی میکرد، دوانیقی که بهش میگن، به خاطر اینکه دوانیق واحد پول اون زمان بود، میگفت به حب علی به من کمک کنید. و کسی که با پرچم سیاه و به عنوان یال ثارات الحسین، ابو مسلم خراسانی به چه عنوان قیام کرد؟ عباسی ها برای چی به قدرت رسیدن؟ به عنوان خونخواهی آقا سید الشهدا. افرادی که با خونخواهی سید الشهدا قیام کردند و به قدرت رسیدند، وقتی که به قدرت رسیدند حکومتشون رو بر خون اولاد سید الشهدا قرار دادند و اونقدر جنایت کردند، اونقدر جنایت کردین منصور که در آخرین سال عمرش، حالا در یکی از کتاب‌ها اینطور می‌خونده، وقتی اومده بود حج، اونجا صدای هاتفی رو شنید که به او خطاب کرد که منصور ظلم پایدار نمیمونه. وقتی که گفت کیه، نگاه کرد در جمعیت جوانی اومد جلو، گفت منم، من بودم که این حرف رو زدم. گفت چرا این حرف رو میزنی؟ اندرزهایی داد و نصیحتهایی کرد. حالا بعضیا میگن که از انس نبوده، از ملائکه بوده، چی بوده، بعضی گفتن از عرفا بوده. بحثم به اینانی یک عبارت جالبی داره، گفت منصور تو به عنوان خلیفه پیغمبر اینقدر ظلم میکنی، در صورتی که من در کشور چین، حالا اون وقت حاکم رو دیدم، معذرت میخوام، در کشور چین دیدم بعضی از مردم لباس قرمز میپوشن. وقتی که داستان رو پرسیدم، گفتن حاکم این دیار در کوچه و بازار گشت میزنه، خودش به دنبال اینه که افراد رعیتش مورد ظلم واقع نشن، و اگر کسی مورد ظلم واقع شد دادخواهی کنه اون خاقان، حالا یا چون به خاقان میگفتن به بزرگان چین، یا اون پادشاه یا هر کی، به داد اون مظلوم برسه. و بعد از مدتی گوشش ضعیف شد و گوشش رو تقریبا میشه گفت حالت کریبش دست داد. دیدن یک روز، دیدن ندیمانش و افرادی که دور ورش بودن، دیدن این پادشاه یا این خاقان داره گریه میکنه. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت برای این ناراحتم که دیگه اگر مظلومی بخواد دادخواهی کنه من چجوری صدای او رو بشنوم، به خاطر این مطلب دارم گریه میکنم. برای همین بود که به او پیشنهاد کردند، گفتند از این به بعد، یا خودش پیشنهاد کرد، هر کس مظلوم واقع شد لباس قرمز بپوشه تا من او رو در جمعیت ببینم و بشناسم و او رو بخواهم و از او دادخواهی کنم و دادش رو بستانم. منصور اون کسی که در کفرستان زندگی میکنه با مردمش اینطور به عدالت رفتار میکنه، تو به عنوان خلیفه پیغمبر اینقدر جنایت میکنی؟ جالب، نوشتن با همه قسی القلبی گریه کرد منصور، در کتابهای تاریخی نوشتن. ولی جنایتکارها به هر حال، خدا البته تواب، ما یک شب در بحث توبه اینجا مفصل بحث کردیم که به طوری که یکی از عزیزان به من میگفت شما این صحبت ها رو میکنیم ممکنه بعضی ها جری بشن، گفتم حرفای من نیست، روایات ما اینو میگه. بحث بر سر اینه خدا واقعا غفاره، واقعا توابه. آقا امام زین العابدین سلام الله علیه، همه تون میدونید، به یزید یاد داد، گفت راهی هست که من توبه کنم؟ آقا فرمودند بله. وقتی که یکی از بزرگواران و از خاندان اهل بیت به آقا امام سجاد گفت، آقا امام سجاد به اون علم امامت فرمودند که این موفق به توبه نمیشه. بحث بر سر اینه که خدا میپذیره، خدا میبخشه، اما بحث بر سر موفق شدن به توبه است. کمان که موفق نشد، یزید حدود 3 سال حکومت کرد، تو این 3 سال 1 سال که آقا امام حسین سلام الله علیه رو با 72 تن به شهادت رسوند، 1 سال جریان حره که دیگه به هر حال داستان بسیار مفصلیه که مدینه رو عباده کرد برای لشکر خودش به هر حال، و 1 سال هم که خانه خدا رو به منجنیق بست، موفق به توبه نشد. پس بنابراین ظالم و کسی که ظلم میکنه و جنایت میکنه مثل منصور دوانقی موفق به توبه هم نخواهد شد. با توجه به این که فرمایشات آقا امیرالمؤمنین فرازهای دیگری هم داره، انشالله اگر خدا توفیق بده در خدمتون خواهیم بود و بقیه فرمایشات آقا امیرالمؤمنین رو
ادامه خواهیم داد. پس و عمل للاجر، سعی کنیم که در زندگی برای خدا کار کنیم. و کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، همواره دشمن ظالم و یار و یاور مظلوم. اگر جایی دیدی کسی مظلومه، دیگه این مظلوم فرق نمی کنه که عراقی باشه، ایرانی باشه، افغانی باشه، هندی باشه، آفریقایی باشه، هر دینی داشته باشه، مظلوم اگر بود و توی دوست و محب امیرالمؤمنین میتونستی او رو کمک کنی، طبق سفارش آقا امیرالمؤمنین موظفیم به داد مظلوم برسیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.